همزمان با روز جوانان ما هم یکنون در کنار خانواده‌ای هستیم که این خانم شوهرشان را از دست داده است و مثل همین خانم و مثل همین خانواده هزاران خانواده‌ای در شهر مزار شریف زندگی میکنه که فرزندانشان را از دست دادن در جنگ. این خانواده ها از حکومت میخواهند که توجه جدی بالای خانواده ها داشته باشند. یک عضو هیئت رهبری اتحادیه نهادهای مدنی بلخ خواسته تا همزمان با روز جهانی جوانان به منازل برخی از خانواده های بروند که جوانانشان مشغول تامین امنیت بوده و یا هم در راستای دفاع از کشور جانهایشان را از دست دادند. او که جهت دلجویی از این خانواده ها بسته 6 قلم مواد غذایی را با خود آورده است، حمایت از خانواده های جوانان را که جبهه نشین است و یا هم در راستای تامین امنیت جان باختن مسئولیت همگانی می داند. از خانواده جوان جبهه نشینه که یک برادر در جبهه در پل مانبوکری علیه راس افغان می رزمه و برادر دیگر قبلا به درجه رفیع شهادت نائل شده، خواستیم در کنار خانوادهش بیایم و برشان بویم که فعالین مدنی و جوانان بلخ قدردان شماست، به قربانیتان احترام میگذارم، مدیون خون پاک شهید شما عموم شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی است و حامی تمام جوانهایی هستند که در جبهه هستند و یک کمک ناقابل مواد غذایی را جهت دلجویی و قدردانی امروز خواستیم به اینا تسلیم بتیم. برخی از مستفید شوندگان کمک این عضو اتحادیه نهادهای مدنی بلخ خواهان دوام مساعدت برای بازماندگان جان باختگان، افراد دارای معلولیت و خانواده هایند که جوانانشان عملا در خط نخست نبرد حضور دارند. همی عسکرایی که عسکری شما هستند نیازمند هستند، هر چقدر میتونین سب اینا قابل قدر و قابل تشویق هستیم، تشویق کنیم، اینمی مردم ها را کمک کنیم، نیازمند هستن سه. شهرک آزادی میشن، تشکر زیاد میکنم از این کمکایشان. یک برادر ما در خط اول افای وظیفه میکنه، یک برادر ما فعلا شهید دادیم، یک دومو میشه. مدت بسیار تشکر زیاد میکنیم، همکاری بیشترشان رو میخواییم. در دو ماه گذشته با افزایش درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی و دفاعی 500 جوان نیز در قالب بسیج مردمی فعالیتشان را جهت دفاع از شهر مزار شریف و رفع تهدیدات طالبان آغاز نمودند.